شما زمانی که فاینال کات پرو نصب میکنید یا فاینال کات استودیو رو نصب میکنید، دو تا عنوان به پوشه اپلیکیشنزتون اضافه میشه به اسم اپل کو ادمنستریتور و اپل کیو ماستر، و یک عنوان به سیستم پرفرنستون به اسم اپل کیو ماستر. دقیقا همین عنوانه. از طریق این سه نرم افزار هست که البته یکیش پرفرنسه که شما میتونید رندر شبکه انجام بدید. نکته بسیار بسیار مهمی که وجود داره اینه که ورژن کیو مستر شما، همین چیزی که ما اینجا میبینیم که اینجا ورژنش 3.5، روی تمام اعضای شبکه که میخوان توی کار رندر مشارکت بکنن باید یکی باشه. شما نمیتونید یک کیو مستری اینجا داشته باشید که 3.5 باشه، یک کیو مستری داشته باشید که 3 باشه. حالا یه نکته خیلی جالب اینجا وجود داره. همراه با فاینال کات پرو 7 ورژن 3.5 نصب میشه. اگر شما فاینال کات استودیو 2 و فاینال کات پرو 6 رو نصب کرده باشید، ورژن 3 نصب میشه. همونطور که الان خدمتتون گفتم این دوتا دستگاه نمیتونن با هم کار بکنن. به طور مثال مکبوکی که ما اینجا داریم روش فاینال کات پرو 6 نصب میشه، اما فاینال کات 7 به دلیل اینکه کارت گرافیکی فیزیکی نداره روش نصب نمیشه. ولی مانع این نیست که شما بتونید ازش توی رندر شبکه استفاده بکنید. حالا راهکارش چیه؟ توی DVD اصلی فاینال کات استودیو پوشه وجود داره به اسم اکستراس. توی اون پوشه یک عنوانی وجود داره به اسم اپل کیو ماستر نوت. شما این اپل کیو ماستر رو روی تمامی اعضای شبکتون که میخوان رندر انجام بدن باید نصب بکنید. اصلا مهم نیست که روشون فاینال کات نصب هست یا نیست، مهم اینه که این اپل کیو ماستر رو داشته باشن. پس خود همین مکبوک هم میتونه توی کار رندر شبکه با توجه به این اپل کیو ماستر جدید کار بکنه و توی رندر مشارکت بکنه. و اصلا هم نگران نباشید که مثلا حالا شما کیو ماستر 3 رو دارید، این رو نصب بکنید 3.5 میشه، فاینال کات 6 تون باهاش کار خواهد کرد یا نه. فاینال کات پرو 6 مشکلی با کیو ماستر جدید نداره. خب بعد از اینکه کیو ماستر رو نصب کردید و ترجیحاً سیستم هاتون رو ریستارت کردید، به مرحله دوم میریم که توی قسمت بعدی میبینیم.